من محمد صادق هستم. در این ویدیوی آموزشی می‌خوایم بریم و با هم یاد بگیریم چطور می‌تونیم از نرم افزار ترمیناتور استفاده بکنیم به صورت عملی. کیبورد شورتکات هاش رو چطور می‌تونیم استفاده بکنیم؟ چطور می‌تونیم با استفاده از نرم افزار ترمیناتور اسپلیت ایجاد بکنیم؟ سفر رو به چند قسمت تقسیم بکنیم و به صورت عملی به صورت کلی یاد بگیریم که چطور می‌تونیم با استفاده از ترمیناتور مسائل خودمون رو حل بکنیم. بریم و با همین آموزش شروع کنیم. خب برای اینکه از نرم افزار ترمیناتور استفاده بکنیم بایستی از بخش شو اپلیکیشن ترمیناتور رو سرچش بکنیم و نرم افزار رو بزنیم تا اجرا بشه. این محیط کلی ترمیناتور هست که یه تایتل بار داره، یه کرسر داره که اینجا میتونیم مواردی که میخواییم رو تایپ کنیم و بنویسیم و اینجا هم نام یوزرمون رو نوشته و اینجا یوزرمون رو مشخص کرده، اینجا نام سیستم رو مشخص کرده، این نام سیستم رو مشخص کرده و میتونیم از این مشخصات استفاده بکنیم. این مشخصات رو تو ذهنمون داشته باشیم وقتی میخواییم به ترمینال استفاده کنیم. مشخصات رو باید بدونیم که الان داریم با چه یوزری کار میکنیم، به چه سیستمی لاگین شدیم، که این یه چیز پایه‌ای در ترمینال هست. اما بریم سراغ امکاناتی که نرم افزار ترمیناتور در اختیار ما قرار میده و بخش شورتکاتش، ببینیم چه امکاناتی داره، چه شورتکات هایی داره. اولین دستوری که میخوام بهتون یاد بدم، اولین کیبورد شورتکاتی که میخوام بهتون یاد بدم کنترل شیفت ای هست. وقتی شما کنترل شیفت ای رو میزنی به صورت ورتیکال و همون عمودی ترمینال به دو قسمت تقسیم میشه. همونطور که میبینید ما حالا یه قسمتی بود که داشتیم باش کار میکردیم، این قسمت جدید اضافه میشه به ترمیناتوری که ترمینالی که داشتیم و ما الان دو تا ترمینال داریم. در واقع یک ترمینالی که داشتیم به دو قسمت تقسیم شد. همچنین اگر ما کنترل شیفت او رو بزنیم اون ترمینالی که توش حضور داریم به صورت هوریزونتال یا افقی هم تقسیم میشه. در واقع ما الان سه تا ترمینال داریم از در یک صفحه ترمینال. سه تا ترمینال داریم که یه ترمینال ورتیکال هست، دو تا ترمینال هوریزونتال هست که ما میتونیم با این ترمینال ها کار بکنیم و اگر بخوایم وارد هر کدوم از این سشن ها بشیم با موس میتونیم انتخاب بکنیم که من میخوام وارد این سشن بشم، وارد این اسپلیت بشم، وارد این اسپلیت بشم و این به این شکل میتونیم کار بکنیم. به غیر از موس زمانی که بخوایم با کیبورد کار بکنیم و با کیبورد سشن خودمون یا اسپلیت خودمون رو مشخص بکنیم، اسپلیت چیه، سشن چیه، به هر کدوم از این کادرهایی که میبینید یه نوار قرمز رنگ داره میگن یه سشن یا یه اسپلیت. ببینید به هر کدوم از اینا که من زوم میکنم روش، در واقع انتخاب فوکوس میکنم روش، انتخابش میکنم با کلیک، به هر کدوم از اینا میگن یه اسپلیت یا سشن. در واقع من اگر بخوام با کیبورد بین این سشن ها جابجا بشم باید چی کار بکنم؟ کافیه کنترل شیفت ان رو بزنم. کنترل شیفت ان رو که بزنم میره سشن بعدی، یعنی من الان داخل سشن 1 هستم، میرم سشن 2، سشن 3. به این شکل میتونم جابجا بشم. اگر بخوام برم سشن قبلی، مثلا تو سشن 3 هستم، اگر اینو سشن 1 بگیریم، اینو سشن 2 بگیریم، اینو سشن 3 بگیریم، من الان در سشن 3 هستم و میخوام برم سشن قبلی، کافیه کنترل شیفت پی رو بزنم. با زدن کنترل شیفت ان میتونیم بریم سشن بعدی. اگر من الان سشن 3 باشم، اگر بخوام برم سشن 1 کافیه کنترل شیفت ام بزنم میره سشن 1، کنترل شیفت ام بزنم میره سشن 2، کنترل شیفت ام بزنم میره سشن 3. اگر بخوام یه نیو تب باز بکنیم، یعنی یه تب جدید باز بکنیم، کافیه کنترل شیفت تی رو بزنیم. کنترل شیفت تی رو میزنیم یه تب جدید باز میشه که این تب جدید خودش شامل یک صفحه ترمینال یا یک سشن یا یک اسپلیت جامع هست. اینو ما میتونیم تقسیمش بکنیم یا میتونیم تقسیمش نکنیم. اما اگر بخوایم وارد تب قبلی بشیم کافی با کلیک کردن بریم وارد تب قبلی بشیم که شامل یک سری سشن ها بود و این تب جدیدی هم که باز کردیم یه ترمینال هست که میتونیم باهاش کار بکنیم. اما اگر بخوایم یه ویندو جدید باز بکنیم، یعنی بخوایم یه ترمیناتور جدید باز بکنیم، کافیه کنترل شیفت آی رو بزنیم. کنترل شیفت آی رو که میزنیم کلا یه ترمیناتور جدید برای ما باز میکنه که میتونیم باهاش کار بکنیم. برای بستنش هم کافیه روی این دکمه زبدر یا همون کلوز بزنیم و بسته میشه. برای بستن این تب هم میتونیم روی این زبدر بزنیم و کلوزش کنیم و ببندیمش.
اگر بخوایم این سشن هایی که داخلش قرار داریم رو، این اسپلیت هایی که توش قرار داریم رو ریسایزشون بکنیم، بخوایم اندازه و سایزشون رو تغییر بدیم، کافیه کنترل و شیفت رو بگیریم و دکمه های اروکی یا همون دکمه های بالا پایین چپ راستی که توی کیبوردمون وجود داره رو بزنیم، میبینیم که میتونیم سایز این سشن هایی که داشتیم رو تغییر بدیم. یعنی اگر من با کنترل شیفت ان برم وارد این سشن بشم، میتونم با گرفتن کنترل شیفت و چپ و راست کردن دکمه چپ و راست زدن کیبورد، یعنی ارو رایت و ارو لفت، میتونم سایز به قول معروف این سشن رو، این اسپلیت رو تغییر بدم. اگر بخوام سایز سشن و اسپلیت مثلا سشن 2 رو تغییر بدم، کافیه با کنترل شیفت ام برم وارد سشن 2 بشم و کنترل شیفت رو بگیرم و ارو آپ ارو داون رو بزنم، یعنی بالا و پایین رو بگیرم، میتونم جابجا بکنم و ریسایز بکنم این ترمینال خودم رو. اما این کار ما با موس هم میتونیم انجام بدیم، همونطور که بهتون گفتم ترمینیتور موس ساپورت هم داره. یعنی من میتونم با گرفتن موس و کلیک کردن این اندازه و این سایز اسپلیت ها رو تغییرشون بدم، بدون کیبورد هم میشه، با موس هم میشه این کار انجام داد. یکی با کنترل ال هم اگر بزنیم میتونیم ترمینال خودمون رو کلیر کنیم، این دستورات زیاد شده، کنترل ال میزنیم و میتونیم هر کدوم از این ترمینال های خودمون رو کلیر بکنیم. یک چیز جالبی هم داخل یه دستور جالبی هم وجود داره که روتیت کردن ترمینال ها هست. یعنی اگر ما بخوایم این اسپلیت هایی که داریم رو روتیتش کنیم، به چرخونیمشون، بعد کلید سوپر یا کلید وین یا کلید استارت هم بهش میگن، کلیدی که وقتی شما فشارش میدید بخش شو اپلیکیشن باز میشه. توی ویندوز که بودید وقتی این کلید رو میزدید بخش استارت باز میشد، به این کلید میگن کلید سوپر یا کلید استارت. این کلید رو بعد بگیرید و دکمه آر رو بزنید، ببینید اسپلیت هایی که سمت راست بودن روتیت شدن و اومدن دان، اومدن پایین، و اسپلیتی که سمت چپ بود اومد بالا و روتیت شد، یعنی از سمت به صورت ساعت کرد، از سمت راست به پایین روتیت انجام شد. اگر من دوباره سوپر آر رو بزنم میبینیم یه روتیت دیگه انجام میشه، از سمت ساعت کرد، از سمت پایین اومدم به سمت چپ، دوباره بزنم اومدن به سمت بالا، و دوباره بزنم به همون حالت قبلی برمیگرده و به همون حالت اول که داشتیم برمیگرده، که یه سشن اینجا داشتیم، یه سشن اینجا داشتیم، یه سشن هم اینجا داشتیم، که به این میگفتیم سشن 1، به این میگفتیم سشن 2، به این هم میگفتیم سشن 3. در واقع اگر بخواید روتیت بکنید بین سشن هایی که دارید، میتونید از کلید سوپر به اضافه آر استفاده بکنید و این کار برای شما انجام میده. خیلی موقع هم هست شما میخواید این سشن ها رو ببندید و الان دکمه کلوز هم همونطور که میبینید این سشن ها نداره. یعنی اگر شما بذارید من اینا رو با کنترل ال کلیر کنم، همونطور که میبینید این سشن هایی که ما اینجا داریم مثل این ترمینال کلوز نداره که ما زبده رو بزنیم و کلوزش بکنیم. پس ما چطوری میتونیم این سشن ها رو ببندیم؟ اگر بخوایم این سشن ها رو ببندیم باید کنترل شیفت دبلیو رو بزنیم، روی اون سشن فوکوس میکنیم، کنترل شیفت دبلیو رو میزنیم و سشن بسته میشه، همونطور که این سشن بسته شد. اگر من دوباره کنترل شیفت دبلیو رو بزنم، این سشنی هم که الان باز بود بسته میشه و کلوز میشه. اگر بخوایم من مثلا با کنترل شیفت یه چند تا سشن دیگه ایجاد میکنم، با کنترل شیفت او یه چند تا سشن دیگه ایجاد میکنم، ما الان چندین سشن داریم؟ سشن 1، سشن 2، سشن 3، سشن 4، سشن 5، یا اسپلیت 1، اسپلیت 2، اسپلیت 3، اسپلیت 4، اسپلیت 5. اگر بخوایم تمامی این اسپلیت ها رو ببندیم باید چی کار بکنیم؟ یعنی من دوست دارم تمامی این اسپلیت ها رو ببندم، کافیه کنترل شیفت کیو رو بزنیم. کنترل شیفت کیو رو که میزنیم میگه آ کلوز ترمینال. اگر رو کلوز ترمینال کلیک کنیم میبینیم کل ترمینیتور ما بسته میشه و تمامی این سشن ها رو برای ما میبنده، که ما کافیه برای اجرا کردن ترمینیتور یه بار دیگه بریم از شو اپلیکیشن و اون رو بزنیم تا بتونیم از ترمینیتور استفاده بکنیم. یه موقعی هست ما نیاز داریم که عملیات زوم انجام بدیم، یعنی این کدایی که اینجا می‌نویسیم، مثلا کد کلیری که من اینجا نوشتم الان کوچیکه برای مخاطبی که داره این کد رو می‌بینه. اگر بخوایم این کد رو بزرگ بکنیم، این ترمینال خودمون رو زوم بکنیم، بعد چیکار بکنیم؟ بریم تو تنظیمات
کاری رو انجام بدیم یا نه، دستوری وجود داره که سریع برای ما این کار رو انجام بده؟ بله دستوری وجود داره. شما کافیه کنترل شیفت پلاس پلاس رو روی یا پلاس یا به اضافه رو روی کیبورد خودتون پیدا بکنید، بزنید، میبینید که دستور رو برای شما بزرگ میکنه و شما میتونید کد رو بزرگ بکنید. وقت مخصوصا توی آموزش خیلی به کار میره، یا توی پرزنتیشن ها بعد زمانی که شما دارید برای کسی یا برای افرادی ارائه ای اجرا میکنید خیلی کاربرد داره که دستورات رو بتونید به صورت بزرگ به افراد نشون بدید. و زمانی هم که میخواید زوم اوت بکنید، زمانی که بخواید کد رو یکم کوچیکترش بکنید، کافیه کنترل ماینس یا کنترل خط تیره رو بزنید. وقتی این کارو میکنید کد رو از حالت بزرگ به حالت کوچیک‌تر تغییر میده. یه زمانی هم پیش میاد که شما کد رو بزرگ کردید و نمیخواید ماینس ماینس بکنید، یعنی چند بار کنترل خط تیره رو بزنید و کوچیکش بکنید، میخواید بلافاصله به حالت پیش‌فرض برگرده. اگر بخواید این کارو بکنید کافیه کنترل صفر رو بزنید و میبینید که سایز نمایش داده شما بلافاصله برمیگرده به حالت پیش‌فرض و کدها به حالت نرمال برمیگرده. همچنین ما برای اینکه بخوایم یه کپی رو انجام بدیم میتونیم یه دبل کلیک بکنیم روی اون کد، یه کلیک راست بکنیم و کپی رو انجام بدیم. و اگرم بخوایم همین کدی که الان کپی کردیم و پیستش بکنیم کافیه کنترل شیفت وی رو بزنیم، میتونیم اون کد رو دوباره پیستش بکنیم و ازش استفاده بکنیم. من چند تا سشن باز میکنم با کنترل او و کنترل ای، کنترل شیفت او و کنترل شیفت ای، چند تا سشن باز میکنم. این سشن هایی هست که ما الان داریم. روش جابجایی دیگه ای هم وجود داره، مثل اینکه ما آلتو بگیریم، مثلا من میخوام از سشن 3 وارد سشن 2 بشم. الان وارد بذارید من سشن ها رو نامگذاریشو بهتون بگم. این سشن 1ه، این سشن 2ه، این سشن 3. من میخوام از سشن 3 وارد سشن 2 بشم، یعنی به جایی که بخوام کنترل شیفت ام بزنم دونه دونه وارد سشن 2 بشم، من میخوام از سشن 3 وارد سشن 2 بشم. تو این جور مواقع باید چی کار بکنم؟ کافیه آلتو بگیرید و اروکی ها رو استفاده بکنید. اروکی ها یعنی همون کلید های پیمایشی بالا، پایین، چپ، راست که روی کیبوردتون هست. وقتی آلتو میگیرید و اروکی رو میزنید میتونید خیلی راحت با زدن چپ و راست وارد سشن 2 بشید، بالا رو بزنید وارد سشن بالایی بشید، پایین رو بزنید وارد سشن پایینی بشید و میتونید بین سشن ها هم به همین راحتی جابجا بشید. این خیلی دسترسی راحت تری رو به شما میده برای جابجا شدن بین سشن ها. یه زمانی هم هست که شما میخواید خود ترمینال رو مووش بکنید، یعنی خود همین ترمینالی که دارید رو میخواید مووش بکنید. برای اینکه این کارو انجام بدید کافیه کلید سوپر یا همون کلید وین یا همون کلید استارت رو بگیرید و کلیک بکنید. میتونید با این کار خیلی سریع و راحت ترمینال خودتون رو به جاهای مختلف صفحه موو بکنید و تغییرش بدید. میتونید جابجاش بکنید، یعنی به جای اینکه بخواید از این تب استفاده بکنید میتونید یه لحظه کلید سوپر رو بگیرید، از هر جایی که هستید ترمینال رو بگیرید و اون رو به جایی که میخواید مووش بکنید و ببرید. همچنین یه زمانی پیش میاد که ما میخواییم ببینیم کد قبلی که وارد کردیم توی ترمینال چی بود. کافیه ارو آب رو بزنیم. ارو آب رو که میزنیم کد قبلی رو به ما نمایش میده. اگر من این ترمینال رو یکم بزرگترش بکنم این سشن رو میبینیم که کد کلیر رو به ما نشون میده. اگر آپا بزنیم کد بعدی رو به ما نشون میده. اگر من دوبار کلیر بزنم مثلا این کد قبلی هست که من توی ترمینال خودم وارد کردم. اگر یک بار دکمه پایین رو بزنم کد کلیر رو به من نشون میده که یک کد قبلی تره، یک کد جدید تره. و اگر کد آپ رو بزنم، کد دان، کلید دان رو بزنم به من کرسر رو نمایش میده که میگه آقا شما دیگه کد جدیدتر رو وارد نکردید. اگر هم داخل کد کلیر هستیم و میخوایم به ابتدای کلمه کلیر بیایم کافیه دست کلید لفت رو بزنیم روی کیبوردمون، یا همون اروکی لفت، کلید پیمایشی چپ که روی کیبوردتون هست کافیه بزنید میاد ابتداش. اگر میخواید برید انتهاش کافیه رایت رو بزنید یا همون کلید راست رو بزنید و میایید انتهاش، انتهای اون کدی که داشتید ازش استفاده میکردید. اگر بخواید بخش هلپ سنتر یا همون بخش کمک های ترمینیتور رو باز بکنید کافیه یه F1 بزنید. یه F1 که بزنید
به صورت اتوماتیک خودش میره و وبسایت ترمینیتور رو برای شما باز میکنه که تو این وبسایت در مورد راهنمایی هایی در مورد خود ترمینیتور کرده، داکیومنتیشنش هست که میتونید ازش استفاده بکنید و ترمینیتور رو یادش بگیرید. و اگر میخواید ترمینال خودتون رو، همین ترمینالی که دارید الان میبینید، بخواید ترمینیتور رو در واقع بزرگش بکنید، بخواید خیلی بزرگ نمایش بدید، کافی F11 رو بزنید. F11 رو که بزنید ترمینال رو به صورت بزرگ به شما نمایش میده. این برای افرادی که NOC هستن، توی واحد شبکه کار میکنن، داخل دیتا سنترها کار میکنن، مدیر سرور هستن، بسیار کاربردیه. میتونن یه مانیتور رو برای ترمینال اختصاص بدن، ترمینیتور روش نصب بکنن، به این صورت میتونن تقسیم بندش بکنن و کدهای خودشون رو، مانیتورینگ های خودشون رو و خیلی کارهای مختلف خودشون رو روی مانیتور ست بکنن و انجام بدن. و با F11 هم شما میتونید ترمینیتور رو بزرگش بکنید. و اگر F11 رو مجددا بزنید، برای شما محیط ترمینیتور رو کوچیک میکنه. نکته دیگه که وجود داره در مورد سرچ کردن داخل ترمینیتور هست. اگر من وارد سشن بالا بشم و کلیر رو بزنم، بر فرض مثال کل کدی که من نوشتم همین کلیر هست. اگر من فرض کنم این کد بیشتر باشه، مثلا کلمه محمد رو هم بهش اضافه بکنم، کلمه زیر دیگه مثلا آر رو هم بهش اضافه بکنم، کلمه های رو هم بهش اضافه بکنم، من بخوام بین این کدهایی که وارد کردم، اینا هر کدوم یه کد دیگه، اگر بخوام بین این کدها و بین این تکست هایی که وارد کردم یه سرچ رو انجام بدم، باید چی کار بکنم؟ کافیه شما کنترل شیفت F رو بزنید، بخش سرچ باز میشه و بعد میتونید سرچ بکنید. مثلا من زیر گیم دات آر رو سرچ میکنم یا اینتر میزنم، میبینید که اینجا به من، برای من مشخص میکنه که شما این زیر گیم دات آر اینجا استفاده شده توی این کدتون. اگر بخواید تو کد هاتون سرچ بکنید، به همین راحتی میتونید عملیات سرچ رو انجام بدید و از این قسمت هم میتونید تنظیمات سرچ رو انجام بدید. تنظیمات وراپ، مچ کیس و اینورت سرچ، میتونید این تنظیمات رو انجام بدید و ازش استفاده بکنید. یه زمانی هم پیش میاد که شما میخواید زوم رو انجام بدید اما نمیخواید با کیبورد این زوم رو انجام بدید. تو این جور مواقع ما باید چی کار بکنید؟ کافیه کنترل شیفت رو بگیرید و اسکرول بکنید. اسکرول این که بکنید کد بزرگتر میشه. این توی ترمینال های دیگه وجود نداره، مخصوص ترمینیتوره. و اسکرول آپ، اسکرول داون بکنید کد کوچیک‌تر میشه. و اگر بخواید داخل تمامی ترمینال ها، تمامی سشن هایی که دارید، اگر من اینا رو کلیر بکنم، داخل تمامی این سشن هایی که دارید همه اینا رو بخواید با هم بزرگ بکنید، یعنی توی تمامی این سشن ها همه با هم کداشون بزرگ بشه، کافیه کنترل سوپر رو بگیرید و اسکرول بکنید. به این شکل میبینید کل سشن ها و کل اسپلیت هایی که داشتیم بزرگ میشه. و اگر کنترل سوپر به قول معروف اسکرول داون بکنیم، میبینیم کل کد ها کوچیک میشه و دیگه کد ها برای ما کوچیک میشه. و اگر کنترل صفر رو بزنیم یا کنترل برای هر سشن کنترل صفر رو بزنیم، این کد ها به حالت نرمال خودش در میاد و میتونیم کد رو به حالت نرمال خودش در بیاریم و بتونیم راحت تر مشاهدش بکنیم. در قسمت بعدی میخوام در مورد بخش پرفنسز یا همون بخش تنظیمات ترمینیتور با شما صحبت بکنم. برای بخش تنظیمات کافیه ما یک کلیک راست بکنیم و وارد بخش پرفنسز بشیم. وقتی وارد این بخش میشیم، یک منوی گسترده برای ما باز میکنه که شامل خیلی از دستورات مختلف میشه و تنظیمات مختلفی رو پشتیبانی میکنه و اینجا برای ما نوشته. اساسی ترین تنظیماتی که من میخوام بهتون یاد بدم این هست که یکی از تنظیمات مهم مثلا این بخش گلوبال ترمینیت سپریتور سایز هست. این در واقع این بخش جدا کننده ترمینال هست. اگر من این بخش رو اندازش رو 18 بکنم بر فرض مثال و اینجا یه اسپلیت جدید باز بکنم، میبینید که یک فاصله ایجاد شده بین این سشن و این سشن که با رنگ سفید هم مشخص میشه. این جدا کننده در واقع به شما کمک میکنه که اسپلیت یک و اسپلیت دو از هم جدا بشه و سایزش رو شما با استفاده از این بخش
گلوبال و این بخش میتونید تعیین بکنید و وقت رو هم منفی یک باشه به نظر من منطقی تره. تنظیمات دومی که وجود داره در مورد بخش فوکس هست، برایتست فوکس. اگر شما اینو روی 80% بذارید، من اینو بیام بکنمش روی مثلا 30%، میبینید که وقتی من روی سشن یک هستم، روی اسپلیت یک هستم، سشن دو خیلی کمرنگ شده، فوکس روش خیلی کمرنگ شده. و وقتی کلیک میکنم روی سشن دو، سشن یک خیلی فوکسش کمتر میشه، برایتستش یا همون روشنایش خیلی کمرنگ تر میشه. به همین صورت اگر شما اونو روی 80% تنظیم بکنید، این رنگ و این تفاوت نوری کم رنگ تر میشه. یعنی من اگر روی بخش پرفرنسز بیام و این رو بکنمش مثلا همون 80%، میبینید که دیگه تفاوت آنچنانی درست تفاوت وجود داره و نور صفحه سشن یکی که الان من روش هستم بیشتر از سشن دو هست و الان نور سشن دو بیشتر از سشن یک هست، این تفاوت وجود داره، اما اونقدر نیست که بخواد کد سشن یک رو برای ما ناخوانا بکنه و ما نتونیم کدها رو ببینیم. این 80% به نظرم درصد مناسبی هست برای اینکه شما بین اسپلیت های خودتون تفاوت ایجاد بکنید. وارد بخش پرفرنسز میشیم. خب اینجا توی بخش گلوبال مهمترین تنظیماتی که وجود داشت همین تنظیماتی بود که من بهتون گفتم. وارد بخش پروفایل میشیم. همونطور که میبینید اینجا یه بخشی هست نوشته Use the system fix with font. توی این بخش ما میتونیم اگر غیر فعالش بکنیم فونت ترمینیتور رو عوض کنیم. این فونتی که الان شما میبینید نوشته شده، ما میتونیم این فونت رو تغییرش بدیم. یعنی من اگر وارد بخش این فونت بشم و از بین این فونت هایی که وجود داره یه فونت دیگه ای رو انتخاب بکنم، مثلا یه فونتی رو انتخاب بکنیم که متفاوت باشه، مثل این فونت. این فونت رو انتخاب بکنم و کلوز بکنم، میبینید که فونت ترمینیتور عوض میشه. اگر فونت شما اگر اومدید تو بخش پرفرنسز و فونت رو تغییر دادید و فونت تغییر نکرد، کافیه یه بار ترمینیتور خودتون رو ببندید و باز بکنید، میبینید فونت تغییر کرد. اما زیاد میبینیم این فونت جالب نشده و همون فونت پیش فرضش خیلی خواناتره. به همین دلیل ما میذاریم همون فونت پیش فرض باشه. وارد بخش پروفایل میشم، Use the system fix with font رو میزنم و به این صورت میبینیم که این فونتی که الان وجود داره خیلی خواناتره و به ما کمک میکنه که بتونیم کدها رو راحتتر بخونیم. همچنین وقتی شما دقت بکنید میبینید این فونتی که اینجا نوشته شده، این فونت ها به صورت بولد هست، به صورت درشت هست. اگر من اینجا یه چیزی رو تایپ کنم، مثلا من اینجا مثلا محمد رو تایپ بکنم یا زیلیگ این دوتای آر رو تایپ بکنم، میبینید این فونت ها نسبت به این فونت ها بولدتر نیستن، این فونت نسبت به این فونت بولدتره، درشتره. اگر بخوام این بولد بودن و درشت بودن رو حذفش بکنیم، باید چی کار بکنیم؟ کافیه وارد بخش پرفرنسز پروفایل و این آلو بولد تکست رو برداریم. وقتی برداریم میبینیم که این بولد بودن برداشته میشه و این کار رو هم شما میتونید انجام بدید. این تنظیماتی هست که توی بخش ترمینال میتونید دسته به سلیقه خودتون شخصی سازی انجام بدید و انجامش بدید و لذتش رو ببرید. همچنین ما یک بخش دیگه ای داریم به نام بخش کرسر. کرسر چیه؟ کرسر همین مربعی هست که اینجا شما میبینید. وقتی من پاک کردم، این شما این مربع ثابتی که اینجا میبینید رو بهش میگن کرسر. اگر من وارد بخش پرفرنسز بشم، همونطور که میبینید این مربع بعض موقع هم خاموش روشن میشه. حالا تو این حالت الان خاموشه، وارد بخش این اسپلیت میشیم روشن میشه. این کرسر رو هم ما میتونیم تغییرش بدیم، شیپش رو میتونیم تغییر بدیم. یعنی چی؟ یعنی این الان به صورت بلاک شده هست، این ظاهر به صورت بلاکه. اگه من وارد این بلاک رو تبدیل به آندرلاین بکنم و کلوز بکنم، به صورت یه آندرلاین میشه، همونطور که میبینید یه خط تیره رو به پایین میشه. و اگر وارد دوباره بخش آی بیم، وارد بخش شیپ بشم، اونو آی بیمش بکنم، یه خط عمودی میشه و با این خط عمودی هم شما میتونید
تایپ رو انجام بدید و هیچ مشکلی به وجود نمیاد. در واقع این ظاهر تمرال رو هم شما تا این حد میتونید شخص سازی بکنید و تغییر بدید و اگر دکمه بلینک رو کلیک بکنید روش شما میتونید این کرسر خاموش روشن شدن کرسر رو هم ببینید و خاموش روشن میشه و ثابت نخواهد بود و همچنین شما میتونید رنگ کرسر رو هم عوض بکنید، یعنی اینجا فورگراند هست، پیش زمینه هست، اگر من وارد این بخش بشم و مثلا بنفش رو انتخاب بکنم و کلوز بکنم میبینید رنگ کرسر بنفش میشه و شما تا این حد میتونید شخصسازی انجام بدید و اونطور که میخواید ترمینیتور خودتون رو زیبا بکنید. من همونطور که بود انجامش میدم، میذارم به همون رنگ قبلی باشه و این امکانات رو ما میده. یه بخشی وجود داره به نام بخش کامنت که ازش میگذریم، چیز خاصی نداره. یه بخشی وجود داره به نام بخش کالر. داخل بخش کالر خیلی شما میتونید رنگ بندی ها رو کلن تغییر بدید. یعنی چه رنگ بندی ها رو تغییر بدید؟ اگر من این گری آن بلک رو بیام تغییرش بدم، روش کلیک بکنم و مثلا بکنمش اورنج اور بلک و اینو ببندم، همونطور که میبینید کلن یک سری تغییرات توی نوشته و رنگ و کرسر من ایجاد میشه و من میتونم رنگ بندی ها رو به این شکل تغییرش بدم. و شما توی بخش کالر به قضی رنگ، من همون برش میگرم به همون حالت گریور بلک، ما به غیر از این که میتونیم رنگ نوشته ها رو تغییر بدیم، ما میتونیم رنگ خود ترمینال رو هم تغییر بدیم. الان روی امبیانس هست، من مثلا میتونم بیارمش روی گروپ باکس لایت. اگر این رو بزنم و کلوز کنم میبینیم که کلن این نوشته های بالا تغییر رنگ پیدا کرد. این در واقع پالت رو، در واقع شما میتونید این نوشته ها رو با استفاده از بخش پالت تغییر بدید. اگر بخواید کل ترمینال رو تغییر رنگ بدید توی بخش بک‌گراند هست. توی بخش بک‌گراند شما اگر روی سالید کالر باشه که هیچی، اگر روی ترانسپرنت بک‌گراند باشه، شما اگر روی 50% روی حدود 50% هست، اگر من رو کلوز کنم میبینید صفحه یه حالت شیشه‌ای میشه، همطور که میبینید شیشه‌ای میشه، اون تصویر زیر معلومه، اون چیزایی که من تایپ میکنم انگاری داره روی حالت یک نمای شیشه‌ای تایپ میشه. به این صورت هم میتونید تغییرات رو انجام بدید. اگر من وارد بخش پروفایل بشم، وارد بخش بک‌گراند بشم و بک‌گراند ایمیج بزنم، میتونم مثلا یه عکس رو انتخاب بکنم، مثلا یه عکس رو اینجا انتخاب بکنم و ترمینال رو ببندیم، دوباره باز بکنیم، ببینیم ببندیم دوباره باز بکنیم، تست بکنیم ببینیم چطور شده. آره، ترمینال رو بستم باز کردم، درست شد. همونطور که می‌بینید بک‌گراند ایمیج اومده دیگه ترمینال من و در واقع رنگ ترمینال تغییر کرد. وارد بخش بک‌گراند شدیم، وارد بخش اسکرولینگ میشیم. شما میتونید اسکرول بار خودتون رو هم تغییر بدید. اسکرول بار در واقع همین اسکرول باری هست که اینجا وجود داره. اگر من اینو بیارمش یکم پایین تر یا یه مقدار کد اضافه بکنیم، من یه ذره میخوام یه کد بیشتر ایجاد بکنم. ببینید اینجا یه بخشی اسکرول بار ایجاد میشه که ما میتونیم داون و آپش بکنیم، میتونیم بالا و پایینش بکنیم. ما میتونیم این اسکرول بار رو جاشو تغییر بدیم. الان سمت راست میتونیم ببریمش سمت چپ، میتونیم ببریمش سمت چپ و میتونیم محل قرارگیریش رو هم تغییر بدیم و این کار ما میتونیم اینجا انجام بدیم. و همچنین توی این بخش ما میتونیم انتخاب بکنیم که تا چه میزان اسکرول بک رو بتونیم انجام بدیم. همونطور که میبینید اگر من اینو کلوز بکنم اسکرول بیاد اینور به سمت راست، همونطور که میبینید ما اگر اینتر بزنیم، همونطور که میبینید اینجا یه مقدار زیادی اسکرول بک ایجاد شده. یعنی من میتونم برگردم عقب و مشاهده بکنم چه اتفاقاتی این بالاتر افتاده. این اسکرول بک رو تا چه میزان حافظه‌اش رو میتونیم تعیین بکنیم، تا چه میزان حافظه رو برای ما ذخیره بکنه و حذف نکنه. این حافظه به صورت پیش‌فرض 500 خط هست. اگر من وارد بخش پرفرنسز بشم، وارد بخش پروفایل بشم، برم تو بخش اسکرولینگ، تا 500 لاین رو میتونه برای ما ذخیره‌سازی بکنه. میتونیم بیشترش بکنیم، میتونیم کمترش بکنیم.
و این قابلیت تنظیمش اینجا وجود داره. بخش لایوت چیز خاصی نداره که در موردش صحبت بکنیم. بخش کیبایندینگ هست. توی بخش کیبایندینگ در واقع تمام کلیدهای میانبر یا همون شورتکات هایی که ما اینجا با هم دیگه بررسی کردیم و در موردشون صحبت کردیم به شکل خیلی خیلی بیشتری رو در موردش صحبت کرده. من شورتکات ها و کلیدهای میانبر اساسی رو به شما توی این بخش گفتم که خیلی خیلی کاربردی هست. اگر میخواهید همه شورتکات ها رو یاد بگیرید کافیه وارد بخش کیبایندینگ بشین و اینجا همه شورتکات ها رو نوشته و میتونید از این بخش استفاده بکنید. در بخش پلاگین هم همونطور که بهتون گفتم ترمینیتور از پلاگین پشتیبانی میکنه و میتونیم روش پلاگین نصب کنیم و میتونیم روش پلاگین حذف بکنیم. الان سه تا پلاگین لانچ پد باگ یو آر ال هندلر، لانچ پد کد یو آر ال هندلر، APT URL Handler به Terminator به صورت پیش‌فرض اضافه شده. شما میتونید این پلاگین ها رو با برداشتن این تیک ها حذف بکنید. همچنین میتونید این پلاگین هایی که این بالا وجود داره مثل پلاگین لاگر یا Terminal Shot، این پلاگین ها رو میتونید اضافه بکنید و از امکاناتش استفاده بکنید. بخش About هم که در مورد خود نرم افزار صحبت کرده که این نرم افزار چیه، ورژن چنده، چجوری سر توضیحات در مورد خود نرم افزار اینجا به ما داده و اینم در مورد بخش ابوت نرم افزار ترمینال هست که از این بخش هم میتونید استفاده بکنید برای اینکه در مورد ترمیناتور اطلاعات بیشتری رو کسب بکنید. خیلی ممنون هستم که تو این آموزش با من همراه بودی. امیدوارم این آموزش بهت کمک کرده باشه. تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدار.